در تاریخ 22 سپتامبر گذشته در ساعت 14 و 21 دقیقه به وقت گرینیچ رویدادی اختری پیش آمد که تغییر فصلها را در سراسر کره زمین به دنبال داشت. در برنامه امروز می‌خواهم درباره پاییز و مهرگان سخن بگویم. زمان این رویداد برای ما ایرانیان همیشه در تاریخ 1 مهر ماه است، زیرا گاه شمار ایرانی پرسونانه به دقت فصلها را همراهی می کند. در آن آغاز هر فصل آغاز 1 ماه خورشیدی است. در گاه شمار جهانی گریگوری که اکنون سال 2016 آن هستیم، آغاز پاییز در یکی از 4 روز 22، 23، 21 و 24 سپتامبر روی می دهد. بیشتر در 22 و 23 و به ندرت در 21 و 24 سپتامبر. از این رو گاه شمار ایرانی بسیار دانشیک و خردگرایانه است. نخواست ببینیم که پاییز از دیدگاه اخترشناسی چیست. کره زمین در مداری به گرد خورشید می‌گردد که با صفحه استوایی خورشید که همان صفحه استوای زمین است زاویه 23 درجه می سازد. در نتیجه کره زمین در حرکت سالانه خود به گرد خورشید بیشتر یا بالای صفحه استوایی قرار دارد یا پایین آن. بنابراین در سراسر سال شب و روز درازای یکسانی ندارند، یا روز درازتر است یا شب. تنها در 2 لحظه درازای شب و روز در سراسر کره زمین یکسان می شود و آن هنگامی است که زمین به یکی از 2 نقطه برخورد صفحه مدارش با استوا می رسد. این 2 نقطه را هموگان می نامیم. هموگان به معنای برابر مساوی از پهلوی هموگ، به معنای برابر مساوی از هم که در اصل به معنای برابر یکسان و همان است. زمین با رسیدن به این نقطه های هموگان یا به سوی شمال آسمان می رود یا به سوی جنوب. اگر به سوی شمال برود در سراسر نیمکره شمالی آغاز بهار است. این نقطه را هموگان بهاری می گوییم. در همان لحظه در نیمکره جنوبی پاییز آغاز می شود. اگر زمین در سر راهش به سوی جنوب به این نقطه برسد، در نیمکره شمالی پاییز آغاز می شود و در نیمکره جنوبی بهار. البته تا صدی 16 انسان نمی دانست که زمین به گرد خورشید می گردد. می پنداش که این خورشید است که به گرد زمین حرکت می کند. تصور می کرد که این 2 نقطه محل برخورد مدار خورشیدند وقتی که خورشید در حرکت سالانهش به استوا می رسد. به هر حال ایرانیان از دیرباز به این 2 نقطه از سال اهمیت بسیار میدادند. بهار را با نوروز جشن میگرفتند و میگیرند که بزرگترین نماد فرهنگی آنان به شمار رفته و میرود. در گذشته درباره ویژگی ها و فلسفه و اهمیت نوروز سخن گفتم. میتوانید به ویدیوهای آن بازگردید. آغاز فصل پاییز هم برای ایرانیان بسیار مهم بوده. با آیین‌های آن را ارج می‌گذاشتند. با جشن مهرگان که یکی از آیین‌های شادی بخش ایرانی است. پیش از آنکه ادامه دهم ببینیم واژه پاییز در فارسی از کجا آمده است. پاییز از فارسی میانی پادز یا پاتز می‌آید که خود سرانجام از پوروا ایرانی پاتی زایا گرفته شده است، به معنای نزدیک به زمستان. از پیشوند پاتی نزدیک و زایا به معنای زمستان. این واژه در اوستایی زیان یا زیم است. همریشه است با سانسکریت همن به معنای زمستان، یونانی خیمون، لاتین هیمس، لیتوانی جیما، همگی به معنای زمستان. بخش آغازین واژه فارسی زمستان هم یعنی زم یا زم به معنای سرما از این خانواده است. همچنان که زمهریر به معنای سرمای سخت،
زمهریر فارسی است نه عربی، از فارسی میانه به عربی رفته و قرآن هم آن را به کار برده است. چنان که گفتم مهرگان یکی از بزرگترین جشن‌های ایرانی بوده و در ایران باستان با همون شکوه و مراسم جشن نوروز برگزار می شده است. در دوران ساسانیان شاهنشاه بار عام می داد و لباس ارغوانی می پوشید و به شادی می پرداخت. به ویژه روز 16 مهر اهمیت بسیار داشت، چون روز مهر از ماه مهر است. ابو ریحان بیرونی در آثار الباقیه شرحی درباره مهرگان نوشته که در اینجا می آورم. ترجمه اکبر داناسرشت. مهر ماه روز اول آن هرمزد روز است و روز 16 مهر است که عید بزرگی است و به مهرگان معروف است که خزان دوم باشد و این عید مانند دیگر اعیاد برای عموم مردم است و تفسیر آن دوستی جان است. البته درست نیست، ابو ریحان در اینجا مهر را دوستی میگیرد و گان را به معنای جان. ادامه و گویند که مهر نام آفتاب است و چون در این روز آفتاب برای اهل عالم پیدا شد، این است که این روز را مهرگان گویند و دلیل بر این گفتار آن است که از آیین ساسانیان در این روز این بود که تاجی را که صورت آفتاب بر او بود بر سر می گذاشتند و آفتاب بر چرخ خود در آن تاج سوار بود. ادامه می دهد، می گویند سبب این که این روز را ایرانیان بزرگ داشتند آن شادمانی و خوشی است که مردم شنیدند فریدون خروج کرده پس از آن که کاوه بر ضحاک بیبرسپ خروج نموده بود و او را مغلوب و منکوب ساخته بود. مردم را به فریدون خواند و کاوه کسی است که پادشاهان ایران به رایت او تیمن می‌جستند و علم کاویانی از پوست خرس بود و برخی هم گفتند از پوست شیر بوده و آن را درفش کاویان نامیدند که پس از او به جواهر و طلا زیب و زیور کردند. نیز گفتند در این روز فرشتگان برای یاری فریدون آمدند و در خانه های پادشاهان اینطور در این ماه رسم شده که در صحن خانه مرد دلاوری هنگام طلوع آفتاب می ایستد و به آوازی بلند می گوید ای فرشتگان به دنیا پایین آیید و شیاطین و اشرار را قلع و قمع کنید و از دنیا آنان را دفع نمایید و می گویند در این روز خداوند زمین را گسترانید و کالبدها را برای آن که محل ارواح باشد آفرید و در ساعتی از این روز بود که خداوند ماه را که کره سیاه و بیفروغ بود بها و جلا بخشید و بدین سبب گفتند که ماه در مهرگان از آفتاب برتر است. سلمان فارسی میگوید ما در عهد زرتشتی بودن میگفتیم خداوند برای زینت بندگان خود یاقوت را در نوروز و زبرجد را در مهرگان بیرون آورد و فضل این دو بر ایام مانند فضل یاقوت و زبرجد است به جواهر دیگر. پایان گفت آورد. در این شکی نیست که آیین مهرگان در زمان ساسانیان با شکوه بسیار جشن گرفته می شده است، ولی از چگونگی آن در زمان هخامنشیان آگاهی بسیار کمتری داریم. گاه شمار کنونی ما که با فروردین آغاز می شود و ماه هفتم آن مهر است، گاه شماری است در اصل زرتشتی. این گاه شمار در اداره شاهنشاهی هخامنشی به کار نمی رفته. برای این کار از گاه شمار هخامنشی و گاه شمارهای بابلی و ایلامی استفاده می کردن. گاه شمار هخامنشی به احتمال بسیار گاه شماری بوده که مردم بخش‌های جنوب باختری سرزمین ایران بزرگ به کار می‌بردند. این طبیعی است که در سرزمین پهناوری که تیره‌های ایرانی زندگی می‌کردند، از آسیای میانه گرفته تا آسیای کوچک ترکیه کنونی، مردم هر ناحیه گاه شمار ویژه خود را داشته باشند. در گاه شمار هخامنشی نام مهر ماه وجود ندارد. در این گاه شمار ماه هفتم باگ یادیش نام دارد به معنای ماه پرستش خدا، از بگ به معنای بق خدا و ید پرستش کردن یزیدن، ایزد هم از همین خانواده است. اگر بخواهیم باگ یادیش را با دانسته های امروزی من به فارسی ترجمه کنیم می شود بق یزشان.
ممکن است که این بق همان مهر یا میترا باشد که بزرگترین خدای هندو ایرانیان بوده. زرتشت با بازدیسی رفرم خود مهر را از جایگاه بلندش به پایین کشید و به یکی از ایزدان دین زرتشتی ترادیسید تبدیل کرد. به هر حال بنابر نوشته های یونانی شاهان هخامنشی هر سال جشن بسیار باشکوهی برای میترا یا مهر برپا می کردند. نام فارسی باستان این جشن به ما نرسیده. اگر بخواهیم آن را از روی فارسی و پهلوی بازسازی کنیم می شود میترا کنه. کتسیاس پزشک یونانی که در سده چهارم پیش از میلاد در دربار اردشیر دوم هخامنشی به سر می برده می نویسد که شاهنشاه در جشنی که هر ساله برای بزرگداشت میترا برپا می کنند باده می نوشد و به دستفشانی می پردازد. استرابون جغرافی نگار سده یکم پیش از میلاد میگوید که هر سال ساتراپ ارمنستان به مناسبت جشن میترا 20,000 کره اسب برای شاه میفرستد. در واقعیت این رقم شک دارم، حتی امروز هم فراورش و ترابری سالانه 20,000 اسب آسان نیست. به هر حال پس از اسلام هم مهرگان را شاهان جشن می گرفتن، به ویژه در دربار غزنویان، و شاعران غزنوی از خود شعرها باقی گذاشتن. رودکی: ملکا جشن مهرگان آمد، جشن شاهان و خسروان آمد. فرخی سیستانی: مهرگانت خجسته باد و دلت، ور کشیده بر اسب شادی تنگ. عنصری: مهرگان آمد گرفته فالش از نیکی مثال، نیک روز و نیک جشن و نیک وقت و نیک حال. منوشهری: ای امیر مهربان، این مهرگان خرم گذار، فر و فرمان فریدون ورز با فرهنگ و هنگ. باز هم منوشهری: آمد خجست مهرگان جشن بزرگ خسروان، نارنج و نار و ارغوان آورد از هر ناحیه. مهرگان هم مانند نوروز از آیین‌هایی است که دیگران از ایرانیان گرفتند، به ویژه در جامعه های عرب. عرب ها چون صدای گ ندارند مهرگان را مهرجان تلفظ می کنند. ابو عبدالله مقدسی یا مقدسی جغرافیدان و جهانگرد عرب که خود در پایان سده چهارم هجری از شهر عدن بازدید کرده از برگزاری جشن مهرجان در آنجا یاد می کند. چنان که از شعرهای عبدالرحمن بلنوبی شاعر عرب که در سیسیل زاده شده برمی آید، مهرجان در سده های پنجم ششم هجری در قاهره جشن گرفته می شده است. این عجیب نیست، چون مصریان همچنین جشنی داشتند به نام نیریز که همان نوروز است. بنابر ابوالحسن مسعودی تاریخ نویس و جهانگرد سده چهارم هجری، مسیحیان عراق و سوریه مهرجان را در روز آغاز زمستان جشن می گرفتن. به احتمال بسیار این گسترش آیین‌های ایرانی به پیش از حمله عرب برمی گردد، نه پس از آن که فرهنگ و تمدن ایرانی دچار آسیب‌های ویرانگر شد و درخشش پیشینه خود را از دست داد. وقت ما به پایان رسید. در دو واژه مهرگان یکی از آیین‌های شکوهمند فرهنگ ایرانی است. مانند نوروز ارج‌گذاری به زاستار، طبیعت و همراهی با آن است. چه خوب است که ما در نگاهداری چنین آیین‌های هوشمندانه و شادی بخش بکوشیم.